منظره داخل گرینهاوز است که ما داخل گرینهاوز یا گلخانه یا تونل پلاستیکی است که ما نیالی را کشت کردیم و حال فعلا تمام نیالی ما قابل انتقال در ساحه است. ما نیالی را به این طریق همراه رنبه یا دازکاله ما ای را از داخل زمین این قسم میکشیم. قسمی که شما میبینین ما البته این سه عدد نیالی را ما از کرد کنده میشه و این آماده انتقال میباشه و هر وقتی که ما میکنیم البته باید تمام ساقای بانجانومی ما این رقم ساقایش خود سخت کرده باشه و به قسم رواشک نباشه که باز دیاقین ما متاسفانه که بسیار زیاد فاصله را نزدیک میگیرن اینا رواشک میباشه وقتی که انتقال میتیم اینا البته بیرون در سایه آزاد یا اوپن فیلد اینا نتیجه درست نمیتن و این نیاله ما کاملا سالم است که اینا هیچ مشکل نداره فقط آماده انتقال میباشن در ساحه و ناگفته نمانه که نیالی را که ما از وقتی که تخم کشت میکنیم تا وقتی که ما مثلا انتقال میتیم در ساحه نیالی بانجان رومی که است البته جرمنیشن یا سبز کردن از اینا وقتی که ما تخم کشت میکنیم تا 8 روز سبز میکنه بعد از اینکه 8 روز سبز کرد تا 45 روز آماده انتقال در ساحه یا در
ساحه آزاد میشه. وقت کشتزی چی وقت میباشد؟ البته در قسمت های ساعات سرسیل مثل کابل و بعض ولایت های دیگه ما مثل پروان اینا، لیکن ما کس اینا در داخل گرینوزا ایل در ماه اوت کشت میکنه. در ماه اوت اینا بسیار زیاد کلان میشه که کلان وقتی که میدهیم نتیجه خوبتر نیست. ما چی میکنیم؟ البته آب و هوای همون منطقه که ما کشت میکنیم باید دیره مد نظر بگیریم، خصوصا در آخرای ماه عمل و در اوایل ثور همیشه کسی یک تعداد جبات سرد میه و در ضمن ازو اینمی جبات سرد و جالمه که ایره متضرر میسازه و ما هر وقتی که در داخل گرینوزا کشت میکنیم باید اینمی جبات سرد و جاله رو مد نظر بگیریم که تاریخ کشتش پستر بندازیم. هر وقتی که اگر مثلا ما زودتر بندازیم در ساحه انتقال بتیم از طریق جاله یا جبه سردی که میاد در اواخر عمل یا در اوایل ثور ایره متضرر میسازه.